خداوند. به علمای ما مسئولیت و به عوام ما علم و به دینداران ما دین و به مؤمنان ما روشنایی و به روشن فکران ما ایمان. این صدای مردی است که کلماتش جان داشت، مردی از دیار سربداران، سبزوار، دهی به نام مزینان. او را به همین دلیل علی مزینانی شریعتی می گفتن. معلم دانشگاه و انقلاب. روح کلامش در دهه 40 و 50 چنان هیجانی به جوانان داده که رژیم پهلوی او را محرک بسیاری از رخدادهای انقلابی آن سالها می دانست. در حالی که تنها سخنرانی در حسینیه ارشاد تهران بود. علی شریعتی در نزد موافقان و مخالفان یک صفت مشترک داشت، الهام بخش بود و همین شاید منازعه ای را در دو سوی جریان فکری در دهه 40 و 50 شمسی در ایرانی که به سوی تمدن بزرگ شاهنشاهی در حرکت بود ایجاد کرده بود. شریعتی هم از سوی جناح مذهبی سنتی مورد حمله قرار می گرفت و هم زندانی رژیم شاه بود. در نزد انقلابیون از یک سو الهام بخش چریک های مسلح و در سوی دیگر دیدگاهی التقاطی داشت. با این حال یگانه بود، خودش بود، شریعتی بود. کتاب‌های شریعتی سخنرانی‌های اوست. بهتر است به جای خواندن آنها صدایش را بشنوید. و خدا من اراده کرده است تا بر همه بردگان و بیچارگان زمین منت بگذارد و آنها را پیشوایان جهان و وارثان زمین قرار دهد. عجبا، گفتم اونیست همچون پیامبران دیگر در ایران و چین و هند شاهزاده ایست که به خود به نبوت مبعوث شده است تا با قدرتمندی هم پیمان شود و قدرتی تازه بیافریند. اما گفتم نه، او مردیست، یتیمی بوده است و همه مردم او را می دیدند که در قراریت پشت همین کوه برای مردم این شهر گوسفند چرانی می کرده. در دهه 50 شمسی رژیم پهلوی به او سخت گرفت و 18 ماه را در انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری گذراند. حسینی ارشاد تعطیل و از تدریس در دانشگاه محروم شد. در روزهایی که به شدت از سوی منتقدان مورد هجم قرار می گرفت، در بهار 56 مخفیانه و با گذرنامه علی مزینانی، نامی که کمتر به آن مشهور بود، به بلژیک رفت. ساواک شوکه از خروجش از کشور به تکاپو افتاد و دیگر اعضای خانواده را ممنوع خروج کرد. از بلژیک به انگلستان رفت. صبح روز 29 خرداد 56 جسد سرد و بیجان او را در اقامتگاهش پیدا کردند. در نزد بسیاری از انقلابیون مرگ او مشکوک عنوان می شود، همانند مرگ جلال آل احمد، صمد بهرنگی و مصطفی خمینی. جسد او را به دمشق بردند و در کنار مرقد حضرت زینب به امانت به خاک سپردند. 44 سال از آن روزها می گذرد و قبر علی شریعتی هنوز در دمشق است، جایی گوشه قبرستان زینبیه، خاک‌آلود و غبار گرفته. این روزها با گذشت بیش از 40 سال کمتر از شریعتی و اندیشه‌هایش گفته می‌شود، مگر در سالگردش مثل امروز.